به نام خدا در این جلسه با موضوع حافظه در خدمت شما هستیم حافظه یکی از موضوعات خیلی مهم در مبحث روانشناسیه که تحقیقات خیلی گستردهی با روی کردهای مختلف روی حافظه انجام شده و به تعبیر هرینگ ما هرچه داریم به برکت حافظه است و همه اندیشه ها و احساسات ما از حافظه نشأت میگیره و تا جایی که اگر حافظه نبود تمام هوشیاری ما به تعداد لحظه های زندگی ما تجزیه و تقسیم میشد روانشناسان معتقدند که اطلاعات وقتی وارد حافظه میشه سه مرحله مهم و اساسی رو طی میکنه اون سه مرحله عبارتند از رمزگذاری مرحله اندوزش یا ذخیره سازی و مرحله بازیابی اگر بخوام این سر مرحله رو در قالب یک مثال توضیح بدم شما فرض کنید که صبح رفتید سر کار و یک همکار جدید بهتون معرفی شده به نام آقای علی حسینی شما وقتی که اسم این آقا رو میشنوید اون نام اون آقا رو تو ذهن خودتون نگه میدارید و تا غروب مجدد که همکارتون رو میبینید یک سوالی رو معمولا میپرسید که اسم شما علی حسینی نبود در واقع دارید اطلاعات ذهنتون رو بازیابی میکنید و در فاصله صبح تا عصر اطلاعات رو اندوزش و ذخیره کردید اما یک نکته مهم قبل از اینکه وارد توضیح مراحل بشیم ارز کنم که زمانی که حافظه دچار اختلال بشه این اختلال میتونه ناشی از مشکل و خلل توی هر یکی از این مراحل حافظه باشه یعنی اگر ما نتونستیم یک چیزی رو بازیابی یا به یاد بیاریم ممکنه این ناشی از اختلال در مرحله رمزگذاری باشه یا در مرحله زخیره سازی یا در مرحله بازیابی باشه و نکته دوم این که هر سه مرحله در انواع حافظه که در ادامه توضیح خواهیم داد اجرا خواهد شد گفتیم که اولین مرحله حافظه مرحله رمزگذاریه زمانی که اطلاعات وارد حافظه ما میشه باید یک تغییراتی ایجاد بشه تا سیستم حافظه ما بتونه اونو ذخیره سازی کنه که به این مرحله میگن مرحله رمزگذاری یا برخی با عنوان مرحله کدگذاری ازش نام میبرن روانشناسان سه روش رو برای رمزگذاری معرفی کردن یکی روش صوتی دوم روش تصویری و سوم روش معنایی به عنوان مثال شما وقتی داخل دفترچه تلفنتون دارید دنبال شماره ای می میگردید زمانی که اون شماره رو به واسطه دیدن تو حافظتون میسپرید در واقع دارید کدگذاری تصویری انجام میدید اما زمانی که این شماره برای خودتون میخونید تا به ذهنتون بسپرید در واقع دارید رمزگذاری صوتی رو انجام میدید اما از مراحل حافظه دومین مرحله مرحله ذخیره یا اندوزشه به این معنا که ظرفیت حافظه ما چقدره حافظه ما چه مدت و چه مقدار از اطلاعات رو میتونه در خودش ذخیره بکنه نکته مهم در مرحله ذخیره اینه که چگونگی ذخیره اطلاعات در بازیابی اطلاعات بسیار تأثیر گذاره یعنی اگر اطلاعات به خوبی ذخیره بشه به راحتی هم میتونه بازیابی بشه اما مرحله سوم مرحله بازیابی اطلاعاته زمانی که ما میخوایم اطلاعات رو از حافظمون بازخانی بکنیم یا به تعبیر دیگه فرا بخونیم یه مثال میزنم شاید براتون پیش اومده که دوچار پدیده اصطلاحاً تو که زبونی میشید یه مسئله یا یادتون رفته و اصطلاحا میگید تو که زبونمه و نمیتونید بگید و اگر یک کلمه از اون مطلب به ذهنتون بیاد شما میتونید خیلی راحت اون مطلب رو اصطلاح بازیابی بکنید نکته مهم اینه که بازیابی اطلاعات به نشانه های اون اطلاعات وابسته است یعنی هر چقدر نشانه های اون اطلاعات بیشتر باشه ما خیلی راحتتر میتونیم اطلاعاتمون رو بازیابی بکنیم تو اون مثالی که عرض کردم یک کلمه وقتی به ذهن شما خطور میکنه یا طرف مقابل شما رو کمک میکنه شما خیلی راحتتر میتونید اون اطلاعات رو بازیابی کنید و در واقع اون کلمه به عنوان یک نشونه توی بازیابی به شما کمک میکنه به طور خلاصه عرض کردیم که زمانی که اطلاعات وارد حافظه ما میشه سه مرحله رو طی میکنه مرحله رمزگردانی مرحله اندوزش یا ذخیره سازی و مرحله بازیابی ممنون که همراه ما بودید خدا نگهدار